بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد. این کره خاکی، این غبار معلق در کائنات، در دل خود چه گوهرها که ندارد، چه جواهرات که مدفون نیست در این ویرانه پرزرق و برق. علی ابن زهره یکی از همین گوهرهاست، عالمی که به نقل تاریخ 9 نسل بعد از نسل امام صادق علیه السلام دیده به جهان گشود. ابن زهره افزون بر پایه بلند علمی، رهبری دینی شیعیان حلب را بر عهده داشت و مورد توجه شیعیان بود، به گونه ای که وقتی صلاح الدین ایوبی در سال 570 حلب را به محاصره خیش درآورد و حاکم نوجوان حلب با التماس از مردم استنداد کرد تا از شهر دفاع کنند، شیعیان حلب پشتیبانی خود را مشروط بر شرایطی کردند، از جمله آنکه در مسائل معاملات و نکاح آنان ابوالمکارم ابن زهره مرجع باشد و حاکم حلب به ناچار پذیرفت. اصولی و متکلمی نکته سنج بود که بسیار بر فقاهت او گواهی دادند. کنار مسجع شریف حضرت سید عزالدین ابوالمکارم ابن زهره حسینی حلبی هستیم. این بزرگوار با 6 واسطه به وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه میرسند. عالمی بسیار جلیل و برجسته. بزرگان ما در احوالات ایشون نوشتن که بی نیاز از توصیف است، بلکن در همین مسجع شریف ایشون وقتی میخوان ایشون رو وصف بکنن بعد از برشمردن مذهبش مینویسن و کان عالما فقیها اصولیا متمکنا نحویا، و بعد بیان میکنن که مشهور بوده است به زهد و عفت و صدق در کلام، راستگویی و محبتش نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. در کنار استادشون حضرت ابن شهرآشوب آرمیده است در شهر حلب جوار مشهد الحسین. شاگردان بسیار برجسته ای هم داشت. 2 تن از شاگردان معروف ایشون عبارتن از محمد ابن جعفر المشهدی، صاحب کتاب شریف المزار که بسیاری از این ادعیه و زیارات ما از همین کتاب نفیس است، و علامه ابن ادریس صاحب سرائر. این قبر مظلوم و غریبانه ایشون هست که هم شأنیت علم رو دارد و هم شأنیت امامزادگی و انتصابش به اهل بیت عصمت و طهارت. برای ما توفیقی بود، برای شما هم توفیقی بود که با این مسجع شریف و این عالم جلیل القدر آشنا بشوید. بیش از 20 کتاب به ابن زهره نسبت داده اند که نشان از گستره وسیع دایره دانایی اوست. ایشان در ماه رجب سال 585 به جهان باقی شتافت. همکنون قبر سید شریف ابوالمکارم ابن زهره در کوه جوشن قرار دارد و زیارتگاه عاشقان و زائران اوست. خدایش رحمت کند و در فردوس برین در کنار اجداد طاهرینش جای دهد.